یک چیز خدمت شما بگم که بر تمام منابع فارسی و پشتو تا زمان امان الله شما کتابی به نام تاریخ افغانستان یا تاریخچه افغانستان ندارین. نخستین بار در زمان امان الله است که کتابا چاپ میشه، تاریخ افغانستان و تاریخچه افغانستان. ما به همه دوستا چالش میتم، همه جو. ما که پیدا نکردین در منابع فارسی و پشتو، هر دوست اگه پیدا کردن ما دوستاشون با گرمی میفشارم. یک، در هیچ یک از منابع فارسی و پشتو این قبل از عبدالرحمن شما کتابی سندی به نام تاریخ افغانستان ندارین. هیچ یک از شاهان یا امیران قبلی خود شاه افغانستان ننامیده. دو، و یا در مایداد هیچ یک از اینا خود شاه افغانستان ننامیده. سه، و یا سندی که نشان بدن که یکی از اینا نشان بده، این اینا کاملا وجود نداره یا ما ندیدیم تا کنون. هر کسی که پیدا کرد جایزه داره و از طرف ما برشان همین چلنج بودیم. یعنی نخستین تاریخ ها در زمان امیر امان الله پس از اعلان استقلال نوشته میشه. ما و اکسایش آوردیم تاریخ افغانستان و تاریخچه افغانستان. و زمانی که امان الله فرار میکنه نیبخشیم در زمان نادرشاه اینا یک انجمن جور میکن به نام انجمن تاریخ، انجمن ادبی کابل. در اونجا نخستین تاریخ نویس جناب غبار است و این دو رساله نوشته میکنه. یکیش از عنوانش افغانستان و نگاهی به تاریخ آن و دیگر تاریخچه مختصر افغانستان. این در مجله کابل همونجا زمان نشر شده است و نخستین بنیاد تاریخ جعلی یا تاریخ گذاری را جناب غبار میسازه یا به اصطلاح بنیادش را تاسیس میکنه، زمانی که نه پشتو تولانه وجود داره نه انجمن تاریخ وجود داره. این در سالهای 1310 و 1311 مطابق 1931 و 1332 است. هر دو مقاله وجود داره و ما در کتاب هم آوردیم و در تارنامه ها وجود داره. یعنی هر دویش مستند که اینجا نشد در اونجا نوشته میکنه که مثلا سامانی ها، غزنوی ها، سفاری ها، این همه شاهان افغانستان بودن و افغانستان با در وقت چیزی گوشه نشدن که افغانستان تاریخ 4000 ساله میتن، هنوز 5000 نشده. اگر به اون مراجعه میکنه این 4000 سال است، ولی پس از او با زمانی که پشتو تولونه جور میشه وظیفه تاریخ سازی را میگره به ویژه زمانی که در سالهای 1320 یا 1321 است فکر میکنم، یعنی 1941 یا 42 است، انجمن تاریخ جور میشه که جناب کوزاد رئیسی است با دوران حبیبی است و غبار خیلی اعضای انجمن تاریخی است. این وقت دوستای ما مثلا سری غبار وقتی که معرفه در سالهای اول در مقالات آوردم دوستان ما بسیار اعتراض داشتن که جناب غبار مبارز بود که زندان رفت که رفتید. ببینید ما در مورد مبارزات و هیچ حرفی نزدیم، ولی مستند گفتیم به اساس این دو رساله ای که نوشته کده این آدم بنیاد تاریخ جعلی افغانستان گذاشته. شما تمام کارهایی که بعد از او حبیبی و کوزا در انجمن تاریخ کرده بر بنیاد نمود سند است که جناب غبار نوشته کده. یک حرف اضافی نوشته فقط تاریخ 5000 ساله ساختم، یگان تاش باز جناب کوزا 50000 ساله ساخته. دمی اسناد شده این کتاب آوردیم و چنین کارهای شده، ولی باقی مونده تعداد به زمان جاست. و ای که از این هم صرف نظر میکنیم که جناب غبار در سال 1317 که در قندهار هنوز فکر میکنم در تبعید است و اونجا سردار داود هم نایب الحکومه است و هم فکر میکنم قماندان فرقه است، به این یک وظیفه میتا که تو چی نوشته بکن؟ رساله احمد چابابای افغان، احمد چابابای افغان نه ای غبار نوشته میکنه به فرمایش سردار داود. رساله وجود داره نشر شده در اینجا ما آوردیمش، خودش میکرم این رو به فرمایش که نشر کردیم نوشته به فرمایش سردار داود. ببینین این تاریخ هایی که نوشته میشد اونجا زیر سانسور چی بود؟ زیر سانسور سردار هاشم و سردار داود. و شما هر اون چیزی که دستگاه دولتی میگفت باید امور رو نوشته میکنین. به همون ترتیب ببینین احمد شاه خودش شاه خراسان مینامه، تیمور شاه خودش شاه خراسان مینامه، تا زمان شاه بیاییم و حتی تا دوست محمد، تا شاه شجاع کتاب واقعیت خود به مورخین خراسان تقدیم میکنه. این حرفا بسیار ارزشمند است. تا دوست محمد بیاییم، تا به شیرعلی بیاییم، این در اونجا اشعاری که سروده شده، این در اونجا دیوان فارسی که در جنگ اول جنگ دوم که اینا به نام چی خوانده؟ به نام شاهان کابل خوانده نامیده شدن. نام افغانستان وجود نداره. نه اقراف چی نکرده، فقط این همه چیز مانده که گفتن بیاره ما سنده و کتاب بیار ما ببینیم کاغذش، از روی کاغذش با میده میشه که با کدام سال مربوط است، از روی نوشتهش با کدام عصر مربوط است، از روی املایش، از روی کلماتش. از زمز برای پا دیر نریف ما اصل نست، زبان امروز است، زبان 12 سال پیشنه و زید بایزید روشانه که شما بخانه آخون درویزه
مقابل است به شکل نام سازی اخوند در وزای مقابل است این پشتوی در شما بخونن و میفهمن که با کلی از می چیز دور است از زین برای در حال که 400 سال سابقه داره دیگه من بسیار جرأت میکنم که می گپ میذارم یعنی بدار میکشنم.